از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در یک فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرد. بیانیه 37مین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. فصل چهارم، مهار ناپذیری اقتصاد در حال فروپاشی. در اسفند 1395 رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم علی اکبر صالحی در گفتگو با رسانه‌های حکومتی فاش کرد چیزی حدود 100 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می توانیم از آن استفاده کنیم، اما این پول‌ها متعلق به همه نهادهای زیربط در جمهوری اسلامی است، نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی. واضح است که زیربط‌ترین نهاد جمهوری اسلامی بیت خامنه ای است که عمده مبالغ یاد شده را در اختیار گرفته است. در تیر 1397 نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم محمد باقر نوبخت از افزایش میزان صدور نفت تا 2,800,000 بشکه در روز خبر داد. به نحوی که درآمد صدور نفت در سال 1395 به 43,200,000,000 و در سال 1396 به 63,700,000,000 رسید. همزمان در سه سال گذشته صدها شرکت اروپایی و آسیایی فعالیت‌های خود در بازار ایران را آغاز کردند و برخی از آنها تا قبل از اعلام شروع مجدد تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود را گسترش هم دادند. با این همه رکود، بیکاری، زوال صنعت و کشاورزی، فقر عمومی، معوق ماندن دستمزد کارگران، حاشیه نشینی، بحران بازار پول، تضییع حقوق کار، تخریب محیط زیست، احتضار نظام تامین اجتماعی، بحران سلامت و محرومیت درمانی اکثریت جامعه، فساد و غیره با وخامتی به مراتب بیش از گذشته ادامه یافته است. در یک تصویر عمومی، ساختمان پلاسکوی اقتصاد کشور در حال فروریزی است و فرایند تخریب بخش‌های گوناگون آن مهار ناپذیر شده است. 32. خودکامگی ولایت فقیه که اقتصاد کشور را از آغاز برقراری استبداد دینی در جریان جنگ با عراق، پس از جنگ و دوران به اصطلاح سازندگی و در سالهای بعد پیوسته تابع امنیت و الزامات حفظ نظام کرده، علت العلل ویرانی اقتصاد کشور است. این رویکرد و مدیریت امنیتی منجر به اتلاف مستمر سرمایه و هدر دادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور شده است. در نتیجه آماده سازی محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنایع، کشاورزی، محیط زیست، حفاظت از منابع آب پیوسته در تضاد با فرایندهای مخربی قرار گرفته که دائما در حال مکیدن منابع اساسی دارایی و ثروت کشورند. این فرایندها در یک دستبندی کلی عبارتند از عملیات دائمی کنترل امنیتی و سرکوب جامعه، جنگ افروزی در سوریه و یمن و تأمین هزینه‌های سرسام‌آور حزب الله لبنان، انصار الله یمن، یک دو جین گروه‌های مشابه شبه نظامی در عراق از قبیل سازمان بدر، النجبا، اصائب الحق، کتائب حزب الله، سرایا، تیپ زینبیون در پاکستان، تیپ فاطمیون در افغانستان و نظایر آنها در بحرین، فلسطین، مصر و کویت. راندخاری نظام یافته ارگان اصلی حاکمیت. بیشک مهمترین نهادهای چپاولگر دارایی‌های کشور برای مصارف یاد شده بیت خامنه ای و سپاه پاسداران و بنیادها و بانک‌های وابسته به آنها هستند. از آنجا که بودجه عمومی دولت کفاف هزینه‌ها و ریخت و پاش این ارگان‌ها را نمی‌داد، آنها نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار گرفتند. علاوه بر این در لایحه بودجه 97 مطابق جدول شماره 7 ضمیمه این لایحه
بودجه برخی از نیروهای سرکوبگر نظیر نیروی انتظامی را 40% افزایش داده و سرجمع بودجه نظامی امنیتی رژیم ولایت فقیه را به 20% بودجه عمومی رساندند. این نسبت با دستور بعدی خامنه ای مبنی بر تخصیص 2.5 میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه به بنیه دفاعی به 22% افزایش یافت. 33. در رژیم ولایت فقیه با توزیع سیاسی درآمد نفت و درآمد سایر منابع ثروت مواجهیم. این همان کارکرد نظام رانتی حاکم است که به هر یک از مقام‌ها، کارگزاران و ماموران رژیم متناسب با جایگاهشان در هرم قدرت رانت اقتصادی تعلق گرفته است. منابع اساسی ثروت که عوایدشان مشمول توزیع رانتی می شود عبارتند از نفت و پتروشیمی، واردات و بازار مصرف، بازار پول، بازار کار و محیط زیست. توزیع سیاسی درآمدها و امتیازها یا همان نظام رانتی حاکم در خلال 4 دهه گذشته نهادهای ضروری مورد نیاز خود را شکل داده است. به عنوان مثال در بازار کار، شرکت‌های پیمانکاری که متعلق به هر دو جناح رژیمند، بخش مهمی از دستمزد نیروی کار را از آن خود می‌کنند. در بازار مصرف، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف وابسته به بیت خامنه‌ای با در اختیار داشتن بنادر و اسکله‌های خصوصی و بدون کنترل و پرداخت مالیات هر جنسی را که بخواهند وارد می‌کنند. همچنین با بهره‌مندی از امتیازهای سیاسی و مالی انحصاری، ده‌ها مال مرکز خرید عظیم در کلان شهرها برپا کرده و بخش اعظم درآمد بازار ایران را در اختیار گرفتند. در بازار پول، قدرت حاکم با ایجاد هزاران مؤسسه مالی و تجاری و زنجیره‌ای از بانک‌های به اصطلاح خصوصی به درآمدهای نجومی از راه سوداگری مالی دست می‌یابد. در این میان نقدتر و سهل الوصول تر از همه تصاحب بخشی از درآمد نفت و پتروشیمی توسط بیت ولی فقیه است. شورای ملی مقاومت پیش از این شواهد و اطلاعات متعددی منتشر کرده که این واقعیت را تایید می‌کند. باندهای رژیم نیز در کشمکش با یکدیگر گاه تحلیل‌هایی از گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه رژیم منتشر می‌کنند که نشان می‌دهند بخشی از درآمد نفت به خزانه وارد نشده است. در سال‌های گذشته سایت متعلق به احمد توکلی از وزرای پیشین رژیم با انتشار جداول گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های 83 و 84 نشان داده است که حدود نیمی از ارزش نفت خام تولیدی به خزانه واریز نمی‌شود. سایت مزبور نتیجه می‌گیرد که شاید این مبالغ حیف و میل نشده باشد، ولی مسلماً غیر قانونی هزینه شده است. سایت الف 19 شهریور 1386. بخشی از درآمد فروش محصولات پتروشیمی نیز به مدد یک رشته فریبکاری و پنهانسازی نظیر مناقصه‌های ساختگی در نهایت سر از بیت خامنه‌ای در می‌آورد. در واقع آنچه تحت حاکمیت آخوندها رخ داده است، چنان که برخی تحلیلگران اقتصادی توصیف کرده‌اند، سرمایه برداری است. در نتیجه اقتصاد ایران زیر تأثیر تاراج و ویرانگری مستمر ولایت فقیه دستخوش انباشت زدائی شدید شده است. 34. تحولات یک سال گذشته کشور نشان می‌دهد که رژیم حاکم توانایی اداره امور اقتصادی کشور به خصوص بی‌ثباتی بازار ارز و سکه طلا را به میزان زیادی از کف داده است. این وضعیت را از جمله در شکست طرح‌های رژیم می‌توان دید. از آذر 1396 دولت روحانی برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت سکه طلا به حراج حدود 500 هزار قطعه سکه و پیش فروش بیش از 7.5 میلیون قطعه دیگر دست زد.
در اجرای این طرح ذوب کردن 60 تن طلا از ذخایر بانک مرکزی در دستور کار رژیم قرار گرفت. با وجود عرضه طلا در این مقیاس بزرگ، پس از گذشت چند ماه بهای سکه به جای پایین آمدن رو به افزایش گذاشت و از هر قطعه 1.2 میلیون تومان در ابتدای این طرح به بیش از 4.5 میلیون تومان در مرداد ماه امسال رسید. برخی کارشناسان جهش پی در پی قیمت‌ها در بازار را ناشی از آن دانستند که ذخایر طلای کشور رو به اتمام گذاشته است. روزنامه جهان صنعت، 7 مرداد 1397. طرح دیگر رژیم تلاش برای سامان دادن به بازار ارز بود. پس از قیام دی ماه و به خصوص پس از خروج آمریکا از برجام، تقاضا برای تبدیل بخشی از نقدینگی هنگفت موجود در بازار چنان افزایش یافت که بازار ارز را از کنترل خارج کرد. دولت روحانی در یک واکنش اضطراری با اعلام یکسانسازی نرخ ارز در حد دلاری 4200 تومان مدعی شد که با این نرخ تمام هزینه‌های ارزی کشور را تامین می‌کند. اما در زمان کوتاهی پس از آن نرخ دلار در بازار تهران به 8000 تومان صعود کرد و طرح رژیم را به شکست کشاند. پس از آن دلار در مقطعی از 12000 تومان هم عبور کرد و این روند بی ثبات همچنان ادامه دارد. همزمان با آغاز اجرای دور اول بازگشت تحریم‌های آمریکا از روز 16 مرداد 1397 رژیم برای مقابله با تنگنای ارزی ناشی از آن سیاست ارزی دیگری را به اجرا گذاشت. این سیاست به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نهادی با مشارکت رؤسای سه قوه که به توصیه خامنه‌ای تشکیل شده رسیده است. بر مبنای این سیاست رژیم از تامین ارز مورد نیاز برای واردات 80% کالاهای وارداتی شانه خالی کرده. تامین آن را به بازار آزاد واگذاشته است. حدود 70% واردات مزبور را کالاهای مورد نیاز بخش تولید کشور تشکیل می‌دهد. به زعم مقامات رژیم قرار است این ارز از محل درآمد ارزی صادرات محصولات مؤسسات دولتی نظیر محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و گاز تامین شود. در واقع رژیم با این تصمیم بی سابقه ارز مورد نیاز واردات را به یک منبع فاقد تضمین حواله داده است. زیرا محصولات پتروشیمی ایران منبع مهمترین بخش درآمد صادرات غیر نفتی در دستور کار مرحله دوم تحریم‌های آمریکا است که از 13 آبان 97 شروع می‌شود. بنابراین تضمین وجود ندارد که از این محل یا از صادرات فراورده‌های نفتی ارز مورد نیاز برای حدود 80% کل واردات مورد نیاز کشور تامین شود. حتی اگر ارز کالاهای وارداتی از بازار آزاد تامین شود، سیاست ارزی جدید رژیم خانوارهای ایرانی را در معرض گرانی و موج تورمی جدیدی قرار می‌دهد که نتیجه گرانی شدید ارز در بازار آزاد است. این سیاست در عمل روند کاهش قدرت خرید حقوق بگیران را تشدید می‌کند. بنا به گزارش بخش کارگری شورای عالی کار، سبد هزینه خانواده‌های کارگری از آغاز سال تا اول مرداد 97 بر اثر تورم حاصل از جهش‌های قیمت ارز از 2 میلیون و 700 تومان به 5 میلیون تومان رسیده است. ناتوانی رژیم در برابر موج فزاینده بیکاری و چه دیگری از کنترل ناپذیری اقتصاد کشور است. مقابله با افزایش بیکاری از مسیر رشد پایدار اقتصادی با نرخ بیش از 8% می‌گذرد. شرط دستیابی به چنین رشدی فسادزدایی از عرصه اقتصاد رانتی برای سرمایه گذاری مؤثر است. این سرمایه گذاری نه از عهده دولت مفلس روحانی و نظام بانکی فلج شده برمی آید و نه سرمایه‌داری سوداگر حاکم به سرمایه‌گذاری ثابت و پایدار برای اشتغالزایی تن می‌دهد. شرکت‌های خارجی نیز به دلیل بی‌ثباتی عمیق بازار ایران به سمت سرمایه‌گذاری ثابت اشتغالزا در ایران نزدیک نمی‌شوند. در نتیجه آمیزه‌ای از چالش‌های اقتصادی و سیاسی مهار بیکاری در ایران را ناممکن کرده است. 35
کنترل ناپذیری اقتصاد ایران همچنین در رها شدن نرخ تورم از کنترل تصنعی سالهای اخیر مشاهده می شود. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین را در تیر ماه 10.2% اعلام کرد و بر تبلیغات دامنه‌دار دولتی پیرامون نرخ تک رقمی تورم نقطه پایان گذاشت. مطابق این گزارش در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال 96 بهای دخانیات 72.4% رشد داشته و رشد بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها به 25% رسیده است. رشد شتابان این ارقام و افزایش بهای دیگر کالاهای مصرفی و هزینه مسکن و انرژی به معنای شعله ور شدن آتش تورم در ماه‌های آتی است. سرانجام باید به افزایش انفجاری حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های درماندگی رژیم در مدیریت اقتصاد کشور توجه کرد. نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصاد کلان که بیواسطه بر افزایش نرخ تورم تأثیر می‌گذارد، از حدود 60,000 میلیارد تومان در سال 1384 به حدود 1,500,000 میلیارد تومان در پایان سال 1396 رسید. این رقم بر اساس آمار دولتی 300,000 میلیارد تومان بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خانساری، هر روز 1,000 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می شود. این افزایش مخرب توانایی کنترل ارزش پول کشور را که مهمترین وظیفه سیستم بانکی است از بانک مرکزی سلب کرده است.